بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها. من آمد ام گدای این در گردم، در بحر عنایتت شناور گردم. شب 19 ماه مبارک رمضان امیرالمومنین در خانه دخترش ام گلسوم دعوت بود. جان عالم به قربانت یا علی. موقع افطار شد، سفره بند گردید، افطاری برای بابا تهیه شده، شیر نمک نان. دخترم کی دیده باشیم بابایت علی سن و غذا تناول کنم. بردار یکی از این آرم، نمک را برمیداره نه دخترم، شیر را بردار. غذا را نوش جان کرد، بعد شروع میکنه به عبادت و راز و نیاز کردن. میره داخل حیات و رو به طرف آسمان صدا میزنه انا لله و انا الیه راجعون. هر دم رنگ مولا تغییر میکنه، بیتابم. موقع سر شد و آقا به طرف مسجد میره، مرغابی آمدن دور بر امیر المومنین حلقه زدن، گویا با زبان حیوانیتشان میگه آقا مولا جان نرو مسجد. به هر ترتیبی بود امیر المومنین رم. وای وای وای، موقع نماز مؤذن امیر المومنین آمد بالای مسجد کوفه و صدای اذان علی بلند شد. همه از خواب بلند شدن، وا مصیبتا، مشغول نماز امیر المومنین ابن ملجم لعنت الله علی با شمشیر زرآلود آقا سر به سجده گذاشته بود. شمشیر زرآلود به فرق علی، وای وای وای، صدا بلند شد، قد قتل امیر المومنین، کشته شد. حسن و حسین آمدن به طرف مسجد، میبینن بابا در بین محراب مسجد فرق شکستم و خون آلود.
صدای زمزمه علی بلند، مسجد کوفه تو در روز جزا شاهد باش. من که مظلوم ترم از همه، من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم، مسجد کوفه خداوند نگهدار تو باد، که دیگر نشنوی آوای دعای سحرم. در دل خاک بلرزد بدنم گر طفلی گوید ای مسجد کوفه چه شد آخر پدرم. هرچی باشد پسرم، خون علی در رگ توز، مهربان باش تو با قاتل من ای پسرم. بدنم را به سوی خانه عزیزان مبرید، بگذارید که خدا بهر یتیمان ببرم. وقت نزدیک خانم رسیدن گاف حسن جان و حسین جان، بگذارید خودم با پایم وارد خانه بشم. آخر دخترم زینب دست دعا بلند کرده، راضی نیم هم دخترم مرا در این حال ببینه. میگیم علی جان اینجا راضی نبودی زینب تو را به این حال ببینه، کجا بودی کربلا؟ وقت زینب آمد دید حسینش سر در بدن نداره. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین.